گزارش رویترز: طالبان به دنبال استفاده از طرح نظارت جمعی ایالات متحده توسط هواوی چین هستند. شماری از زنان پس از سفر نخست وزیر قطر به قندهار، محدودیت‌های طالبان بر زنان بیشتر شد. و همچنان در پایان، بلخ در آستانه آزادی کامل قرار دارد. مشروع خبرها: سخنگوی وزارت داخلی طالبان بر رویترز گفته است که طالبان در حال ایجاد یک شبکه نظارت دوربین در مقیاس بزرگ برای شهرهای افغانستان است که میتواند شامل تغییر برنامه باشد که توسط امریکایی ها پیش از خروج آنان در سال 2021 طراحی شده بود، زیرا مقام های آنان به دنبال تکمیل طرح نصب هزاران دوربین در سراسر کابل پایتخت کشور هستند. به گفته این سخنگوی طالبان، حکومت آنان که در بازگرداندن امنیت و سرکوب داعش تاکید کرده است، همچنین با شرکت چینی سازنده تجهیزات مخابراتی هواوی در مورد همکاری احتمالی مشورت کرده است. رویترز گزارش داده است که بر اساس مطالبی که از این نشست‌ها به دست آمده، پیشگیری از حمله‌های گروه‌های شبه‌نظامی بین‌المللی از جمله گروه‌های مانند داعش در مرکز تعامل بین طالبان و بسیاری از کشورهای خارجی از جمله ایالات متحده و چین قرار دارد. اما برخی از تحلیلگران توانایی رژیم کمپول برای تامین مالی این برنامه را زیر پرسش میبرند و گروه های حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است که از هر گونه منابع برای سرکوب معترضان استفاده شود. جزئیات از چگونگی قصد طالبان برای گسترش و مدیریت نظارت جمعی از جمله دستیابی به طرح ایالات متحده قبلا گزارش نشده است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله بر رویترز گفت که عرضه انبوه دوربین که شامل تمرکز بر نقاط مهم در کابل و جاهای دیگر است، بخش از یک استراتژی امنیتی جدید است که 4 سال طول میکشد تا به طور کامل اجرا شود. شماری از زنان پس از سفر نخست وزیر قطر به قندهار، محدودیت‌های طالبان بر زنان بیشتر شد. شماری از زنان در واکنش به سخنان نخست وزیر قطر میگوید که سفر این مقام قطری به قندهار در عملکرد طالبان تغییر نیاورده است و پس از این سفر محدودیت‌های طالبان بر زنان بیشتر شد. عالی ترین مقام قطری در ماه می سال روان میلادی به قندهار سفر کرد، سفری که جزئیات زیاد از آن همگانی نشد. حالا محمد ابن عبدالرحمن لسالی در گفتگو با سینین گفته است که در سفر به قندهار از ارشدترین مقام های طالبان خواسته است که اگر می خواهند بخش از جامعه جهانی باشند، درباره شمار از موارد به شمول بازگشت زنان به کار در نهادهای غیر حکومتی کار کنند. اما ظاهراً طالبان به این توافق با نخست وزیر قطر عمل نکردند، چنانکه طالبان دو ماه پس از سفر نخست وزیر قطر به قندهار تمام آرایشگاه‌های زنانه را بستند، حق اشتراک دانشجویان دختر در آزمون کنکور را از آنان گرفتند و نیز حضور سفر زنان به بند امیر را نیز ممنوع اعلام کردند. طالبان تاکنون در مورد چیزی نمی‌گویند. جبهه آزادی مسئولیت حمله بر زندان طالبان در بلخ را بر عهده گرفت. جبهه آزادی افغانستان گفته که در نتیجه عملیات نیروهای این جبهه بر دروازه ورودی زندان مرکزی ولایت بلخ در شهر مزار شریف بر طالبان تلفات وارد کرده است. جبهه آزادی افغانستان با نشر نوار تصویری و خبرنامه گفته که این حمله ساعت 8:10 صورت گرفته است. در خبرنامه نوشته شده است که در اثر این عملیات یک جنگجوی طالبان کشته و 3 جنگجوی دیگر این گروه زخمی شده است. این در حالی است که منابع مردمی در شهر مزار شریف مرکز بلخ از وقوع یک انفجار در این ولایت به روزنامه 8 صبح خبر دادند. از جانب این جبهه همچنان مدعی شده است که نیروهای شب گذشته بر پایگاه طالبان در تپه برتا مشهور به تپه لقا در ولسوالی دیسلای اندراب حمله کردند. با گفته جبهه آزادی، در نتیجه این حمله 2 جنگجوی طالبان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی شده است. در این خبرنامه آمده است پست لقا از مراکز مهم تجمع طالبان در این منطقه است و ایجاد اختلال در ارتباطات و رفت آمد مبارزان آزادی بین بخش‌های مختلف اندراب از وظایف اصلی طالبان اشغالگر مستقر در این پایگاه بوده است. طبق اظهارات جبهه آزادی، در این حمله‌ها به نیروهای این جبهه آسیبی نرسیده است. چرا دولت جو بایدن طالبان را سفیدنمایی می‌کند؟ ادامه‌اش. تروریسم برای دنیا روشن است که 2 سال و چند ماه سلطه طالبان بر افغانستان حاصل نداشت، جز فقر، توقف آموزش، رشد تروریسم، مهاجرت فضایان و غیره. امارات طالبان در هیچ زمینه نه تنها دستاورد نداشته که عقبگرد و ایرانگرد داشته است. طالبان نتوانستند خود را یک دولت مسئول به دنیا معرفی کنند. سلطه طالبان بر افغانستان حتی کام پاکستان را که هوادار این گروه است تلخ کرده است. شرق و غرب اگر در سایر زمینه‌ها در افغانستان اختلاف نظر داشته باشند، در زمینه ضرورت نابودی تروریسم اتفاق نظر دارند. برای نمونه، همه کشورها نسبت به تامین حقوق بشر در افغانستان رویکرد واحد ندارند، ولی همه می‌خواهند از خاک افغانستان علی منافعشان استفاده صورت نگیرد.
خواست آمریکا چون سایر کشورها از طالبان این است که از افغانستان منافعش تهدید نشود تا این دم نشده است. لذا مقام‌های دولت جو بایدن آمدانه و آگاهانه روی این نقطه احساس انگشت می‌گذارند، چون دیگر دستاویزی ندارند که به آن تمسک جویند. برای همین است که جو بایدن کشتن رهبر القاعده را مسئول همکاری استخباراتی طالبان اعلام کرد و از قاطعیت این گروه در امر مبارزه با تروریسم سخن گفت. پهلوهای پنهان قتل رهبر القاعده هنوز ناروشن است. این امر به جای آنکه پاشنه آشیل طالبان شود، دولت جو بایدن آن را به دست آورد برای این گروه تبدیل کرد. طالبان در نظر دولت جو بایدن از آن رو شایسته حمایتند که 11 سپتامبر دیگر را تا هنوز رقم نزدند. همچنان کاهش یافتن رقم حمله های انتحاری و جنگ سنگر و سنگر جبهه مقاومت علیه طالبان دستاویزی برای مقام های دولت جو بایدن شده تا وضعیت جاری در افغانستان را آرام بخوانند. برای نمونه زلمه خلیزاد به مناسبت 2 سالگی سلطه طالبان در گفتگو بار از خانه ها مدعی شد که از خوبی های مراد طالب این است که افغان ها نسبت به گذشته کمتر کشته می شوند. حالا تام وست به نمایندگی از دولت جو بایدن با کمرنگ خواندن فعالیت داعش در افغانستان می خواهد نشان دهد که خروج امریکا از افغانستان این کشور را نه تنها تبدیل به پناهگاه تروریسم نکرده، بل مبارزه علیه داعش نسبت به دولت پیشین شده بیشتر پیدا کرده و موثریت هم داشته است. برای نمونه موصوف مدعی شده است نمی خواهد در مورد تاثیر مبارزه طالبان بر فعالیت‌هایش در فعالیت‌های داعش اقرار کند، اما عملیات داعش بر افراد ملکی به اندازه سابق نیست. با این معنا که طالبان حتی نسبت به دولت پیشین در مبارزه علیه داعش موفق بودند. این در حالی است که کشورهای منطقه به ویژه روسیه، جمهوری‌های آسیای میانه، ایران و پاکستان و غیره به شدت از وضع جاری در افغانستان شکایت دارند و حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی را بیش از گذشته برجسته می‌خوانند. برای نمونه آناتولی سیدروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در نیمه فوریه سال روان مدعی شد که رقم جنگجویان داعش در افغانستان به 6500 تن رسیده و از این میان 4000 تن در نقاط مشترک مرزی میان تاجیکستان و افغانستان مستقر شدند. همینطور حسین امیر عبدالعلی خان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چند قبل مدعی شد که جنگجویان و فرماندهان کارکشته داعش از سوریه و عراق به افغانستان منتقل شدند. دولت جو بایدن پروای نگرانی کشورهای منطقه از نوع گسترش تروریسم در افغانستان را ندارد، چون بیش از آن که به زیان آمریکا باشد به زیان منطقه است. برای نمونه از زلمه خلیزاد که روز سه شنبه در دانشگاه نظامی ایالات متحده سخنرانی میکرد اظهار شد که مهار تروریسم برای آمریکا اهمیت دارد، ولی در مرکز توجه قرار ندارد، چون به باور او در شرایط حاضر ضرورت مهار چین و سایر قدرت‌های بزرگ بیشتر از مهار تروریسم محسوس است. همچنین مدعی است که آمریکا تکنولوژی پیشرفته در اختیار دارد و تروریسم را میتواند از راه دور مهار کند. به این حساب تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریسم ممکن است دولت جو بایدن را به هدف بزرگش که مهار قدرت‌های بزرگ چین و روسیه است کمک کند. لذا خیال دولت جو بایدن از نوع افغانستان تحت سلطه طالبان برای فعلا آسوده است. تشکر که تا این دم با ما بودید و روزتان خوش. خداوند نگهدار همگیتان.